با دنیای کفر و الحاد برزمن، ساحه را تسلط کنن، بعد تمام دار و ندار کافر غنیمت اینهاست. از سوزن شروع تا زن و فرزند و تمام زندگی غنیمت است. غنیمت که شد پس بچه ها هم مردانه غلام میشوند، زنانه چی میشه؟ کنیز، تقسیم میشه بین مجاهدین. مال و دارایی و زمین و جایداد باره چی میشه؟ تقسیم میشه. تا روز قیامت در اثر جنگ مجاهد و کفر و الحاد هر آنچی از کافر به دست مجاهد می افتد نامش غنیمت است، مال منقول و غیر منقول تقسیم میشه و انسانیتی که به دستشان آمده اسیر شده، زنده اونا غلام و کنیز میشه. غلامش عیس استخدام، چی معنا؟ در خدمت ها استخدام کنه. عمل جنسی ممنوع است، اما کنیزش چیست؟ بدون نکاح به مولای خود حق لازمش است، مشروعش است که جماع میکنه. هرگاه در بازار بفروشه به کسای دیگری، داد است که در 10 سال تبدیل شوه، فقط اونمو یک حیض استبرا میشه که حمل نداشته باشه، بس دوباره چی میشه؟ بگو او به او جماع میکنه بی نکاح. خودش هم کنیز شدن خودش یک نوع مشروعیت است. قرآن کریم در جزء 8 چی میگه؟ میگه که در جزء 18 نه، مگر کسایی که به زن و کنیز جماع میکنن ملامت نیستن. درست است نه؟ به زن و کنیز، به زن به نکاح، به کنیز به ملک یمین. درود بر تو هموطن عزیزم که ایران دوستی، درود بر تو هموطن عزیزم که حق جو هستی، درود بر تو هموطن عزیزم که وقتی که اخباری رو میشنوی نسبت به رنج دیگران ساکت نخواهی نشست، درود بر تو هموطن عزیزم که عاشقی و جهان رو میدونی با عشق آفریده شده و هر آنچه که بر علیه محبت و عشق هست که قدرت تاریکی هست رو در برابرش میستی. درود بر تو هموطن عزیزم که به دنبال آگاهی هستی تا آگاهی دلیل یک زندگی خوب بشه، زندگی که درش آزادی هست، درش عدالت هست، درش عشق و محبت هست، درش تبعیض نیستش، درش بیرحمی و بیانصافی نیست. درود بر همه شما عزیزان، عزیزانی که در شبکه امید جاودان هستن، عزیزانی که روی فیسبوک، اینستاگرام با ما هستید. همان گونه که میدونید با اولین برنامه تاریخنامه در خدمت شما خوبان هستیم با دکتر صهاب عزیز که از ایشون خواهیم شنید نسبت به مسائلی که در طول تاریخ بشریت، به طور خاص ایران و همچنین جهان، مسائلی که پیش اومده و چه بسا دلیل رنج همه انسان‌ها بر روی زمین شده، اما شاید از عدم توجه به تاریخ دوباره این انسان‌ها به چاله‌هایی افتادن که اجدادشون هم به همین چاله‌ها گرفتار شده بودن. امروز دکتر صهاب عزیزم استفاده می‌کنه از کتاب‌های مختلفی که حتما درباره‌اش صحبت خواهد کرد، اما یکی از کتاب‌ها کتابی هستش به نام تاریخ طبری که اکثر شما هموطنان عزیز این آگاهی رو نسبت به این کتاب دارید و از دکتر صهاب می‌خوام که بیشتر درباره‌اش توضیح بده. نویسنده که میدونیم همه ایشون ایرانی بوده، از طبرستان بوده که الان به عنوان مازندران ازش استفاده میشه و تاریخ اسلام رو اگر اشتباه نکنم از قرن 3 به بعد ایشون نوشته هستم. اما این کتاب رو من یادگاری از آقای شایان کاویانی دارم، این هموطن ایران دوست در کناری که به مسیح ایمان داشت اما ایستاد در اکثر برنامه ها، آقای شایان کاویانی در اصل اسلام رو و قرآن رو اعلام میکرد که چگونه از کجا اومده و در چه شرایطی بوده و اسلام رو کاملا رسوا کرد برای آنانی که میل به این دارن که با حکومت های اسلامی شرایطی رو در سرزمین های مختلف نیز ایجاد کنن. پس قرآن و اسلام رو ایشون نقد میکرد، اما بعدها متوجه شدیم به توسط جمهوری اسلامی ایشون روبوده شد. الان در حال حاضر کجا هست؟ آیا ایشون در حیات هستن؟ نمیدانیم، اما من ایمان دارم حتی اگر دشمنان خرد و آزادی و دشمنان عدالت و محبت حتی جان ایشون رو گرفته باشن، روح ایشون در حضور خداست که کمال خوشی ها میباشد. درود میفرستم خدمت دکتر صهاب عزیز و سپاس از این که با ما هستید. درود و عرض ادب و احترام خدمت شما دوست خوب و صمیمی، عرض سلام داریم خدمت تمام بینندگان خانواده امید جاودان و
من یه صحبت کوچیکی یک ثانیه دو ثانیه رو داخل پرانتز بگم. خواهش کنم. نویسندگان کسانی که اهل قلم هستن میمیرن، مثل محمد ابن جریر طبری که هزار سال شاید به رحمت ایزدی رفته، ولی امروز کتابش زنده است بله. و شرح تاریخی که ایشون داره از جلد سوم تاریخ تقریبا بنی هاشم رو دنبال میکنه، از زمان هاشم پدر عبدالمطلب، عبدالمطلب پدر عبدالله و محمد پسر او، و ادامه پیدا میکنه. ما الان در جلد چهار هستیم و میخواییم اتفاقاتی رو که در ابتدای دوره حمله و هجمه اعراب به ایران هست مستدل بررسی کنیم. کتاب های مرجع رو گرچه ما در پایان گفتگوها لینکشون رو میدیم، کتاب آقای جعفریان هست، کتاب حیات سیاسی، و همینطور جلد چهار از صفحه 1479 از کتاب تاریخ طبری. با تشکر از تمام این نویسندگان که ما رو یاری کردن. چند تا پراکنده هم از عمرو ابن محمد واقعی هست که اونم در خدمت شما در خدمت شما سروران هستیم. با سپاس فراوان دکتر صاحب عزیز. دکتر صاحب عزیز، میام اینا اعلام کنم این تاریخ طبری رو آقای شایان کاویانی لطف کردن 16 جلد به من یادگاری دادن در سالهای پیش، قبل از اینکه به هر حال این اتفاق ناگوار برای ایشون بیفته. و میدانم افرادی مانند آقای شایان کاویانی، آقای فولادوند همچنین، دکتر انصاری و دیگر عزیزانی که هرچند با ما هم باور نبودن همشون، اما به دنبال این بودن که روشنگری بکنن در جمع ما خالی هست، اما یادگاری هایی گذاشتن که باعث آگاهی شده تا هموطنان عزیز ما دوباره به چاله‌ای نیافتن که اجداد ما گرفتار شدن، همچون طالبان. و سال ابتدای من این هستش که آقای دکتر صاحب عزیز، چرا تمام گروه‌ها و سازمان‌ها و ارگان‌های اسلامی و رهبران اسلامی و معلمین اسلامی جنگ ستیز هستن و در صدد این هستن که با جنگ و تحمیل و رعب و وحشت این باور رو تحمیل مخاطبین خود کنن؟ سپاسگزار میشم اگر در حاشیه این در رابطه با افغانستان هم صحبت بفرمایید، در خدمتون هستم. والا متشکر از سوال شما. سوالی پرسیدید که اگه کل این جلد چهار کتاب رو ما بدیم خدمتون، فکر کنم عنوان جواب کفایت نکنه. بله، به جلسات بعد طالبان... میتونیم بپردازیم. بله حالا هستیم در خدمت. خدمت طالبان از نظر فکر تعلق به تفکر ابن تیمیه هستن. بله. و ایشون در قرن هفتم هجری قمری آثاری ازش به جا مانده. ایشون تمامی شیعیان رو و تمامی شافعی ها رو مطهور و دم دانسته بله. و برای همین اساس زندان افتاده، تا یه دم میخواستن بکشنش. سلفی ها بر اساس سیره سلف زندگی میکنن، یعنی بر اساس آیینی که در سالهایی که حضرت محمد در مدینه بود، پیغمبر مسلمون ها، و بعدش یعنی در همون خلفای راشدی، اصولا ارادت خاصی دارن، نوعی از تفکر رادیکال اسلام. بله. اینها با بقیه افکار چند نمیجوشن، مثلا با تفکر صوفی ها تصوف در خود افغانستان بسیار مخالفن، با انواع شیعه، حالا چه شیعه اسماعیلی که خود تو تاجیکستان نام بیشتر هست و یا شیعه اثناعشری، اینها نمیجوشن. و اگر به یاد داشته باشیم علامه مزاری در همین شهر زیبای مزار شریف به دست اینها به اون طرز فجیع با کمک هلیکوپتر اعدام شد. بله. ما امشب یک بحث کوتاه بکنیم در مورد افغانستان و ریشه یابی کنیم. اگر دوستان اجازه بدن سعی میکنیم که بحث زیاد طول نکشه، گرچه بحث تاریخ همینه. دوستان به یاد داشته باشن در همین ماه مرداد که ما هستیم، زرنج 15 مرداد، شبرقان حالا مرکز جوزجان 16 مرداد، 17 مرداد قندوز، طالقان، سرپل 18 مرداد، ایبک 19 مرداد، پلخمری 20 مرداد، فیض‌آباد 21 مرداد، غزنی. خود اون باشه غزنی در زمان غزنویان پایتخت ایران بود، الان تو مرز ایران 750 کیلومتر فاصله داره. بله. 22 مرداد قندهار، هرات، قلعه‌نو. قندهار یه شهر میلیونی است، دومین شهر افغانستان. 23 مرداد پل علم و مزار شریف. مزار شریف بزرگترین شهر شمال و هرات بزرگترین شهر غرب، قندهار بزرگترین شهر جنوب. 24 مرداد جلال آباد و ورود به کابل. حتی 23 مرداد تکتیکا هم سقوط کرد. اگر دقت کنن بسیار سریع ظرف 10 روز 9 روز کل افغانستان سقوط کرد.
بله. چرا این گونه سقوط کرد و چرا طالبان بر روش مشی نظامی هستند؟ اول، انسجام دولت ملت و ساختار دولت در جامعه افغانستان دیده نشده بود. اون چیزی که آقای طباطبایی میگه در کتاب معروف خودش دوال اندیشه سیاسیشون به خوبی یادآوری میکنن که اگر در جامعه مردم متوجه ضعف شدید دولت بشن، از اون دولت تبعیت نمیکنن. ما در افغانستان میدیدیم که حریف دولت گروه پاشیده، در نتیجه دعواهای مکرر ارک ریاست جمهوری با ارک سپیدار، عبدالله عبدالله با جناب اشرف غنی، هی به هم میپریدن این دو دوره و همدیگر رو لجن مال میکردن. ارتش افغانستان که از سطح تا ذیل وابسته بود به آمریکا، بدون آمریکایی ها مقاومت خاصی نکرد. قول اردو یعنی اردوی بزرگ شاهین در شمال افغانستان حدوداً 18 تا 20 هزار سرباز داشت، بدون جنگ تسلیم شد و فرماندهانش گریختن. نیروی هوایی، حالا با نیکای 21 و سوخوی 22 قدیمی و علاوه هلیکوپترهای جدیدی که آمریکا بهشون داده بود، با 49 هواپایه فرار کرد به ازبکستان. اینها نشون دهنده ضعفه و حرف این رهبر طالبان ملا برادر درست بود، رئیس شاخه سیاسیشون و نفر دومشون، که در تاریخ بشریت هیچ وقت کشور 9 روز با این وسعت 720 هزار کیلومتری سقوط نکرده. اما ما امشب نمیخوایم فقط در مورد افغانستان صحبت کنیم، ما میخوایم از جناب بیهقی و در جاهایی از جناب واقدی یاد کنیم، عبدالمحمد واقدی، و البته از جناب جعفریان گرامی، و ببینیم آیا در گذشته ورود اعراب به ایران چگونه بوده. ما جنگ های متعددی رو داریم. جنگ اول که امشب ما میخوایم در موردش صحبت کنیم و شروع سقوط ایران از نظر نظامی، چون من معتقدم بعد از خسرو پرویز و در نتیجه سالهای سال جنگ خسرو پرویز با روم شرقی یک انحطاطی ایجاد شده بود در ایران. ما حتی از داخل پوسیده نباشیم، خارجی ها، دشمن خارجی مثل طالبان که من معتقدم قسمت عمدهشون کار آیس‌آی پاکستان هست، سازمان اطلاعات ارتش پاکستان، نمیتوانستن این رو فرو بریزن در افغانستان، اونم به این راحتی. در ایران هم همینطور، اگر مشکلات ساسانیان نبود، اگر در 4-5 سال آخر حدود 10 نفر به قدرت نمیرسیدن، بعضی از اینا چند ساعت حکومت کردن، بعضی وقتا انقدر از همدیگر میکشتن توایف مختلف برای رسیدن به قدرت، کسی باقی نمیمونه. اگر شما دقت کنید، خود خسرو پرویز به دست پسرش شیروی کشته میشه یا شیروی، و اون هم 6 ماه حکومت نمیکنه، در کودتای دیگر جان از دست میده، هر دفعه تعداد زیادی از درباریان کشته میشن. ما دچار ضعف بودیم و باید این ضعف رو بپذیریم. منطق تاریخ سیاسی پذیرش واقعیته. ما آسیب پذیر بودیم، طرف مقابل هم دنبال به دست آوردن ثروت، قدرت و زمین بود. من الان از روی گفته های خود خالد ابن ولید براتون میخونم و مکاتباتش با مدینه، با دوستان متوجه بشن. با اجازه شما، اگر اجازه هست خوانش رو شروع کنیم. اجازه هست؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم، بفرمایید. در سال 12 هجری مصادف با سال 633 هجری قمری، الان حدود یک سال و اندی از مرگ پیغمبر اسلام میگذره، در زمان ابوبکر. ابوبکر هم 2 سال حکومت کرد، خودش هم مسلم بود. ایشان می نویسن که وقتی خالد از یمامه فراغت یافت و هنوز آنجا مقیم بود، ابوبکر صدیق بدون نوشت که سوی عراق رو و از دروازه هند، یعنی آبله، یا البته تلفظ هم نوشته ابله هم نوشته شده، آغاز کن و با پارسیان و اقوام دیگر که در قلمرو شاهی خسرو هستند در ابتدا الفت انداز. علی ابن محمد گوید ابوبکر خالد را به سرزمین کوفه روان کرد که مسنی ابن حارث ابن شیبانی آنجا بود و خالد در محرم سال 12، الان محرم یعنی در ابتدا، محرم ماه اول سال اعراب هست، آهنگ آنجا کرد و از بصره گذشت و قطبت ابن فتاده در منطقه سدوسی در آنجا بود. ببینید اصلا این خالد ابن ولید کیه؟ سردار بزرگ اسلامه که در جنگ احد در سال 3 هجری سردار ابو سفیان بوده، در جنگی که با شکست سنگین مسلمان ها جلوی ابو سفیان و قریش همراه بود. این سردار ابو سفیانه، همون که با یک حرکت سریع کوه احد رو دور میزنه، عقبه سپاه اسلام رو که به پناه غنیمت، به ادعای گرفتن غنیمت رفته بودن، فکر میکردن
فکر میکردن که مسلمان ها پیروز شدن رو دور میزنه، اونها رو شکست میده. همون جنگی که سید و شهدای مسلمین یعنی حمزه کشته شد. حمزه عموی پیغمبر هست، گرچه از پیغمبر خودش 4 سال بزرگ کرد. درست. واقدی مینویسد که در کار خالد اختلاف هست. حالا واقدی مینویسه که خالد ابن ولید رفته بوده تا شورش هایی رو در منطقه بحرین، حالا اون موقع نه در حالت امروزی، و در منطقه یمامه یمن شکست بده و بعد از اونجا خلیفه بهش نامه داده. حالا گفته یا اول اومده مدینه یا نه مستقیم نیروهاش رو از 3 جبهه فرستاده به عراق. اونجا میگه نیروهاش رو ارسال کرده تا با برخی از اعراب که داشتن به اسلام رو در می آوردن متحد بشه و کارش رو پیش ببره. خب دوباره کتاب صفحه 480-481 میگه ابوبکر به خالد بن ولید نوشت که سوی عراق رو، و خالد برفت تا در سواد عراق، در روستاهای ابتدایی که در منطقه عراق بودن، چند دهکده به نامهای بانقیا، براسوما و الیس فرود آمد. این الیس یکی از جنگهای ما اونجا اتفاق افتاده، حتی جنگ چندان بزرگی نبوده، ولی ما اونجا قتل عام شدیم و مردم آنجا حتی مال بعد است. در ابتدا با وی صلح کردن، طرف صلح هم فردی بوده به نام ابو سلوبا و این فرد در سال 12 هجری با خالد به در صلح در آمد و جزیه پرداخت کرد. دوستان ببینید، مسلمون ها دو راه جلوی طرف مقابل میذاشتن، یا جزیه بده یعنی پولی بپرداز جدا از مالیات. عزیزان جزیه جدای از مالیاته. بعضی وقتا من میبینم دوستان میان حرف های عجیبی میزنن، یا جزیه مالیات. خیر، جزیه جدا از مالیات. مسلم. مالیات جدا، جزیه جداست. مالیات بر همه بود، جزیه بر غیر مسلمانان، یعنی بر کافران، ترتب میشه بر کسایی که مسلمان کافر بودن از دیدگاه اونا، کسایی که مسلمان نبودن. یادمون باشه خیلی از کسانی که در همین جنگی که ما امروز صحبت میکنیم، یعنی جنگ ذات و سلاسل یا جنگ زنجیر، جنگیدند، اعراب مسیحی بودند و اعراب زرتشتی، و اینها به خدای یکتا اعتقاد داشتن، اما خب نمیخواستن زیر بار حرف زور برن. درست. و متن قرارداد، این متن قرارداد دوستان، این قرارداد 1000 سال قبل از تولد ما نوشته شده، ما اینو ننوشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از خالد ابن ولید برای ابن سلوبای، سوادی که بر ساحل فرات منزل دارد، این روستاهایی که در ساحل غربی فرات بودن، بله. تو به امان خدا ایمنی خون و و و وی با جزیه دادن مسئول است، یعنی خون و جان و ناموسش با جزیه دادن مسئول است، و تو برای خودت و کسانت و پیروانت و مردمی که در دو دهکدت، چون میگیم الیس بعدن از بین میره، این بانقیا و بارسوما فقط هست، بانقیا و بارسوما هستن، 1000 درهم دادی. من از تو پذیرفتم و مسلمانانی که همراه منن بدان رضایت دادن. یعنی تو صورت جلسه می نویسی این بزرگان مسلمان هم اینجا قبول کردن که تو 1000 درهم، درهم پول نقره است، و در مقابل آن در پناه خدا، پناه محمد صلی الله و سلم و پناه مسلمین هستی، و هشام ابن ولید هم شاهد این مکتوب است بین ما. اگر دقت کنید پول دادن آقا تا زنده بمونه. از این ساده تر و واضح تر نمیتونست جناب آقای طبری رو بنویسه. بله. چرا من این رو از جعفریان نیاوردم؟ چون اگر جعفریان میآوردن میگفتن آقا این کتاب جدیده. من دارم به صورت خیلی واضح اسم صفحه کتاب 1480 میگم. آقا پول گرفت اونها رو نکشه. ممنون. پس از آن خالد با همراهان خیش برفت تا به هیره رسید. حکومت هیره حکومت عربی بود که کسرا، یعنی حکومت خسروان پادشاهان ساسانی در عراق ساخته بودند. درست. و سران آنجا با قبیصه ابن عیاس ابن حیت ابن تایی پیش وی آمدند، یعنی اومدن پیش جناب خالد ابن ولید. قبیصه پس از نومان ابن منذر از جانب کسرا امارت هیره رو یافته بود. متاسفانه خود خسرو پرویز این نومان ابن منذر رو از بین برد، حکومت هیره رو بسیار ضعیف کرد. تا وقت این سد دفاعی وجود داشت، این حکومت تا وقتی وجود داشت این سد دفاعی اینگونه نمی شد. و خالد و او و یارانش گفت شما را به سوی خدا و اسلام می خوانم که اگر بپذیرید جز مسلمانان می شوید که حقوق و تکلیف شما مانند آنهاست، و اگر نپذیرید باید جزیه بدهید. اینجا مهمه. کسانی را همراه آوردم، دقیقا جد شما حرفای مولا عمر برادر رو یادتون بیاد، بله. کسانی را همراه آوردم
که مرگ را بیشتر از آن دوست دارم که شما زندگی را دوست دارید و با شما پیکار میکنیم تا خدایان میان ما و شما حکم کنند. میگه آقا یا جزیه میدی مثل بچه آدم بره. یا من یه آدمایی به خودم آوردم عاشق مردن. حالا خودت ببین قبیصت ابن عیاس یعنی عامل کسرا، عامل پادشاه ایران، به دو گفت ما را به جنگ با تو حاجت نیست، بر دین خیش میمانیم، ما همون دینی که داریم رو میپذیریم، با تو کاری نداریم، دین تو هم نمیپذیریم، جزیه میدیم. خالد بر 90,000 درهم با او صلح کرد. عجب. پس ابو سلوبا 1,000 درهم داد برای دو تا روستا، این برای کل منطقه هیره 90,000 درهم داد. البته جالب واقعی میگه بیشتر از 100,000 درهم آخرش داد، و جالب اینجاست که بعدها همین پول رو گرفتن و بازم اونا رو کشتن و کارشون رو پیش بردن. یعنی خیانت هیدریان ما یعنی... همین در نظر بگیریم. آقای دکتر صاحب عزیز ببخشید، این کلمه جزیه درسته که با مالیات فرق میکنه، اما به نوعی انگار یه پول زوره، یعنی شما باید پول خون خودتو بدی تا من تو رو نکشم. آیا این گونه هستش؟ تعریف اصلیش از کجا ریشه میگیره این جزیه؟ جزیه در اسلام وجود داشته، این مورد بوده و در ایران هم وجود داشته. متاسفانه تا زمان ناصرالدین شاه، زرتشتیان ایران به پادشاهان مسلمان جزیه میداد. این واقعا وحشتناک نیست؟ پس همون پول زوره. پول خونه. اینها در عوض از امنیت جامعه اسلامی برخوردار میشدن. مانکجی زرتشتی هندی تباره در اصل میاد به ایران، با دو دوره با ناصرالدین شاه صحبت میکنه، مانکجی بزرگ. بله. و یهودی های چیز رو بخشی زرتشتی های یزد، زرتشتی های کرمان رو از اون حالت در میاره و دولت ایران میخواد آقا از اینا جزیه نگیریم. حالا بعضیا میگن جزیه بعضی وقتا کم میشده زیاد، من اینا رو قبول دارم، جزیه بعضی وقتا بیشتر بوده وقتا کمتر بوده. درست. ولی گرفتن پول از هموطن درست نیست. چرا تا زمان حکومت ناصرالدین شاه، یعنی تا قرن 19 جایی که ملکه ویکتوریا بوده، اوتو فون بیسمارک بوده تو اروپا، ناپلئون سوم، انقلاب کبیر انقلاب کبیر فرانسه که هیچ، ازش مدت‌ها گذشته بوده. بله. لوی بناپارت، ناپلئون بناپارت، نه لوی بناپارت در اون زمان بوده، برادرزاده ناپلئون بناپارت. چرا در ایران پول زور می‌گرفتن از هموطنانشون؟ دیگران رو در ازای جان تهدید می‌کردن، در حالی که زرتشتیان ایران همه ایرانی هستن. من این سوال دوست عزیز که پرسیدن آیا پسر مسعود شاه، ببخشید اسم ایشون پسر مسعود شاه نیست، اسم ایشون احمد مسعود هست، پسر احمد شاه مسعود، احمد مسعوده. دکتر صاحب عزیز، شاید بینندگان ما متوجه، بله، هموطنان عزیز، عزیزان که مایل هستن سوالی رو ما کنم، میتونید روی یوتیوب بنویسید. دوست عزیز گویا یه سوالی کردن از دکتر صاحب که به عنوان اینکه پسر مسعود شاه، حالا ایشون اصلاح فرمودم، که در پنجشیر گویا مقاومت میکنه، انتظار میره آیا افغانستان رو بتونه از دست طالبان نجات بده و مردم افغانستان رو حمایت کنه؟ این سوالی بوده که شده. حالا در خدمتون هستم دکتر صاحب، فقط میخواستم مردم بدونن این سوالیه که الان مستقیم مردم دارن میکنن. بله بفهم. عرضم به خدمت شما، داخل پرانتز بگم پنجشیر یک دره است در شمال افغانستان، 100 خورده کیلومتر، 140 کیلومتر هم با کابل حدوداً، شاید کمتر فاصله داره. بله. یه دره است، این دره در بزرگه ولی جمعیتش کمه، طول این دره زیاده، عرضش زیاد نیست. اینجا رو شوروی نتونست بگیره در حالی که در مرز تاجیکستانه. یک ارتفاعات طبیعی خیلی خاصی داره. عجب. کل جمعیت پنجشیر 150,000 نفر. بله. امروز که با شما صحبت میکنم آقای برهمساله معاون آقای اشرف غنی اونجاست، معاون رئیس جمهور، امروز بسم الله محمدی وزیر جنگ افغانستان اونجاست، پیش احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعوده. بله. اون که سال 2001 به دست القاعده کشته شد به عنوان مجری هم رفته بودن، احمد شاه مسعود بود. درست. اسم پسر احمد شاه هست احمد خالی که الان مینه خیلی خوب فرانسه و انگلیسی صحبت میکنه و داره میجنگه، امروز پروان رو هم گرفت. ولی این که ایشون بتواند از اون نواحی کوهستانی بیاد بیرون و تا چه حد جلو بیاد من نمیدونم. این رو هم میدونم که طالبان نمیتونند
قلعه ای که طبیعت آفریده، این قلعه اصلا بین دو سه تا کوه بسیار عظیمه. شوروی نتونست این راحتی اونجا رو بگیره. درست. شوروی با شرایط نظامی بارها و بارها سعی کرد، اگه یادتون باشه یک کتابی از این مورد که یه آقای نوشته شده به نام آقای محمد علی جعفریان، یه آقای الان 60 سالشه، رایزن فرهنگی ایران بود ایشون در سالهای پیش در افغانستان، یه کتابی نوشته در مورد احمد شاه مسعود، یک روز با مسعود که من بعدا نداشت ساخته شد. این قشنگ اومده پنشیر توضیح بده. پنشیر یه دره 100 خورده کیلومتریه در طول، ولی عرضش فرق میکنه، از دهامه شروع میشه تا 60 کیلومتر. ورود به این دره به این راحتی ها برای ارتش شوروی هم ممکن نبود. شوروی با هلیکوپترهای میل 35 میرفت، بهش میگفتن تو افغانستان عرابه شیطان، مردم قتل عام میکرد، اما نمیتونه سرباز پیاده بفرسته. هر وقت که تانک میفرستاد احمد شاه مسعود همه تانکاشو میزد. تو منطقه از نظر کوهستانی فوق العاده کوههای بلندی داره. کلا شوروی دو تا ایالت رو نگرفت، بامیان رو نگرفت. من اینا رو دقیقاً یادم، چون اینا دوران نوجوانی من ده 1980 از جناب حیدری هم دیگه اون موقع با یادشون باشه. بله، بامیان رو نگرفت. ما اون موقع هم جوون بودیم، الان جوونیم، الان جوون‌ترین شما عزیز دلی. خب امیدوارم که خب من الان برم سر موضوع بعدی. اجازه میدید آقای دکتر صاحب عزیز، با توجه به اینکه تاریخ برای من خیلی شیرینه، خیلی دوست دارم، ولی همون گونه که خود شما هم یه یادآوری کردید قبل از برنامه، گفتید شاید بعد از معمولا موضوع تاریخ یه خود سنگینه، به طور خاص بدون اینکه قصد بی احترامی باشه برای هموطن عزیز ما توی مسیر تاریخ یه مقداری شاید کم حوصله باشم، بریم با هم دیگه یه بریکی داشته باشیم، عزیزان ما چای بخورن، شما هم یه چای میل کنید و بپردازیم به ادامه آنچه را که ریشه در جنگ ستیزی در ارگان‌ها و سازمان‌های اسلامی هست که برمیگرده به تاریخ اسلام. آیا موافق هستید؟ بله بله، خیلی هم عالی، خیلی هم عالی، در خدمت شما هستیم و خیلی هم عزیز. هموطنان خوب ما، هموطنان عزیز ما، قصد ما در برنامه تاریخ‌نامه این هست که بتوانیم اون آگاهی رو مطابق آنچه که مکتوب شده، خب خیلی موقع ها برنامه گذاره از جمله خود من همین گونه اعلام میکنیم در اسلام این رو گفته، در قرآن این رو گفته، پس بنابراین حالا بدون اینکه ما هیچ قصد بی احترامی به یک شخص مسلمان داشته باشیم، هدف ما بر این هستش که این آگاهی رسانی مطابق آنچه که در تاریخ هست و مکتوب هست، با استفاده از آقای دکتر صاحب عزیزم، شاید آنچه را که دکتر صاحب از در آینده صلاح بدونن، با کارشناسان دیگه در کنار ایشون نسبت به تاریخ اسلام، تاریخ ایران، تاریخ جهان بپردازیم، تا باشه با فیض خدا اول آگاه بشیم و بعد آزاد بشیم، مبادا مانند افغانیای عزیز ما که به خاطر عدم آگاهیشون نسبت به اسلام و تاریخ اسلام دوباره میبینیم که به چاله بزرگی گرفتار شدن. با ما باشید، میریم برمیگردیم، با دکتر صاحب عزیز خواهیم بود. بسپار راحت را
با درود مجدد به تو هموطن عزیزم که بیننده شبکه امید جاودان هستید و همچنین روی فیسبوک، اینستاگرام، روی یوتیوب کشیش رسول حیدری هستید. خواهش می‌کنم ما رو روی یوتیوب سابسکرایب بفرمایید و کمک خواهد کرد که برنامه تولیدی شبکه امید جاودان به دست شما عزیزان برسه و همچنین بیشتر بتوانن عزیزان بهره بگیرن از این شبکه اجتماعی و برنامه‌های زنده‌ای که داریم. با دکتر سحاب عزیز هستیم، همون گونه که مشاهده می‌فرمایید، تاریخ نامه که در از گزارشی از تاریخ ایران و نیز نگاهی داریم میکنیم به تاریخ اسلام و تمام دلایل جنگ ستیزی در این باور و میبینیم که آشوبهایی رو که در سرزمین عزیز ما و کشورهای اسلامی هستش و اگر هم کشورهای اسلامی مانند ترکیه امروز آروم هست ناگفته نمونه، این آتش زشتی زیر خاکستر دیر یا زود متاسفم نمیخوایم، میل به این نداریم، اما چون این باور رو میشناسیم و چون با تاریخ آشنا هستیم ای کاش اکثر افراد اپوزیسیون فعال مانند دکتر سحاب عزیز تاریخ اسلام رو میشناختن و به نظر من کسی که تاریخ اسلام رو میشناسه به خوبی میتونه با نظام اسلامی، با حکومت‌های اسلامی همچون طالبان و نیز داعش مبارزه بکنه. ما فقط با یک این علم سیاسی و حقوقدان نمیتوانیم، با اسلام نمیتونیم، با حکومت‌های اسلامی نمیتوانیم مبارزه کنیم. پس تو هموطن عزیزم رو تشویق میکنم لطفاً عزیزان با ما باشید هر سه شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 10 صبح تا نسبت به آنچه که دکتر صاحب عزیز از کتاب‌های مختلف تاریخ عنوان میکنن با این آگاهی بتونیم کنار هم متحد بایستیم در برابر قدرت تاریکی. دکتر صاحب عزیز بازم درود مجدد خدمت شما. پس از شما میخواییم بشنویم نسبت مطالبی که در رابطه با سوال جنگ ستیزی در اسلام هست. من مطلبی رو که میخوام بگم اینه که نگاه خالد بن ولید به مخالف چگونه بوده. بله. شما اگر نگاه کنید، من در مورد روستای علی صحبت کردم، این روستا وجود دیگه نداره چون در اطراف جنگ شده، گرچه بعدا چند بار صلح شده اما دوباره از بین رفته. خالد در عراق پیش رفت، این بعد از محرم سال 12 هجریه و جابان یک اسم یک فرده سالار دهکده الیس راه او را بست. درست. ایشون 18 هزار تا سرباز داشتن، یه 10 هزار تا 4 تا 2 هزار تا که بهش میپیوندن. ما دقیقا تاریخ پیوست هر دسته رو داریم، حتی الان اینجا نیازی نیست چون هم کتاب محمد بن عبد الواقدی نوشته هم کتاب ایشون، اگر اجازه بدید. بله من بله محمد بن عمر واقعی، بله در زمان مأمون این کتاب نوشته شد، نوشته که در نزدیک دهکده الیس با آنها درگیر شد. بله. جنگ در کنار رودخانه‌ای بود که آن رودخانه از خون قرمز شد و آن را رود خون نام نهادن، یعنی تا سالها بعد این کتاب میگه که اسم این رودخانه بوده رود خون و بیشتر یاران جابان را بکشت. اما بعد از آن با مردم الیس اونچه تهش آمد دیگه روستامونده بود صلح کرد تا به نزدیک هیره آمد. اینجا یه سری از اعرابی رو ملاقات میکنه که مسیحی هن. دوستان اینها خدا پرست بودن، اینها مسیحی بودن. درست. عبدالمسیح ابن عمر اسم طرف هست، عبدالمسیح بی تردید این آدم که اسمش از عبدالمسیح اعتقادات و انگیزه های مسیحی داشته، یک تا پرست بوده، اومده و با خالد صحبت میکنه. خالد هم دقیقا همونو بهش میگه، جزیه میده یا میجنگی، چون میدیده که ایشون قلعه هایی هم در اختیار داره. اون میگه آقا من حاجت به جنگ با شما ندارم و مردم این قسمت از سیره با شما صلح میکنن. جالب اینجاست، جزیه میدن و مردم این قسمت از سیره 190 هزار درهم جزیه میده. اگه دقت کنید از روستاهای کوچک از 1000 درهم شروع شد، رسید به روستاهایی شد 90 هزار درهم مناطقی، اینجا رسید به 190 هزار درهم. همه در اسلام هم بی بله، همهش هم اصلا اندازه نداره. بله. آره. همه این پول رو حساب کنید، بعد این پول انقدر زیاد بود که گفتی که این دیگه نمیشه بین خودمون تقسیم کرد، این رو بفرستید برای خلیفه. و یک شرط هم گذاشت که گفت از این به بعد اگر اتفاقی در مرزبانی فارس افتاد باید برای ما اون رو بگید، یعنی شما خبرگیر ما باشید. خالد بن ولید به مرزبانان پارس رسید، یعنی رسید به اولین دسته ایرانی ها، از عرب هیره گذشت و همه رو شکست.
درود بر آنان که پیرو هدایت باشند، اما بعد ستایش خدایی را که خادمان شما را پراکند. ستایش خدایی را که خادمان شما را پراکند، یعنی عملا داره اونها رو میکوبه و ملکتان را گرفت و کید شما و کید یعنی مکر شما را شکست. هر کی چون ما نماز کند و رو به قبله ما کند و ذبیحه ما را بخورد مسلمان است. یعنی هر کی رو به قبله ما نماز بخونه، افکار ما را داشته باشه، از ذبیحه یعنی آن چیزی که قربانی بوده بخوره، که دقیقاً در فقه حنفی همین هست، مسلمان است و حقوق و تکالیف وی همانند ماست. اما بعد وقتی این نامه را به شما رسید، گروگان هایی پیش من فرستید و تسلیم شدید. شرط تسلیم چند تا چیز بوده: جزیه بدن، اما چون اونها نیروهای مسلح بودن باید از بزرگانشون و خانوادش، یعنی مثلا از افسران ارشد و پسرانشون، کسانی رو به عنوان اسیر یا گروگان نزد اونها میگذاشتن، وگرنه به خدایی که جزو خدایی نیست. افرادی رو به شما میفرستم، دوباره همون جمله، که مرگ را چنان دوست دارند که شما زندگی را دوست میدارید. هنوز در اوایل سال 12 هجری هستیم. دوستان دقت کنن، این چیزی که تو نقش مشخص شده، این آقا از جای نزدیک به کویت امروزی اومده، از جای نزدیک بصره سر در آورده ظرف چند ماه. دوستانی که میگن یعنی کل کشور عراق امروزی رو رفته، البته کمکایی هم داشته، با کمتر از 10,000 نفر که در آخر با 2 تا نیروی کمکی 3 تا نیروی کمکی میشن 18,000 نفر. بحث اصلی اینه، اون موقع حکومت ساسانی توان مبارزه و دفاع رو نداشت، که اگر مشکلات داخلی نبود، اگر پایستگی سیاسی اجتماعی بود، در مقابل این فرد مقاومت میشد، ولی خب نشد. خب بله بله بفرمایید. ایشون نوشته که حالا یه نامه ای هستش از ابوبکر به عبدالله ابن عوف حمیری. این نامه در همین مورد نوشته شده که برو به یاری خالد. وقتی که خالد پیروزی هایی رو به دست آورد، ابوبکر به اون این اجازه رو میده به افرادش، که اونهایی که خواستن بمونن با خالد، اونایی که نخواستن با اون چیزی که به دست آوردن درست به مدینه برگردن. حالا این عبدالله ابن عوف حمیری آمده به کمک فردی به نام عیاض و برای کمک به خالد. هم به او خالد و عیاض نوشت: کسانی را که ما مرتدان پیکار کردند و پس از پیامبر خدای بر مسلمانی ثبات ورزیدند، پس از پیامبر خدای بر مسلمانی ثبات ورزیدند، همراه ببرید. و هر که از مسلمانی برگشته همراه شما به پیکار نیاید تا رأی خیش را درباره وی بگویم. گفت که این کسانی رو که بعد از پیغمبر و قبل از پیغمبر بر آیین ما بودن، اینا رو به خودتون ببرید. بس. اما کسانی بودن که در زمان پیغمبر با ما بودن، الان که پیغمبر مورد زمان ابوبکر با ما نیستن، شما صبر کنید، من نظرم در مورد اینها بعدا به شما میگم، فعلا نگهش دارید، اول برید جنگ با ایرانی ها رو سر و سامون بدید. میتونیم یه سوالی داشته باشیم الان یا نه؟ خواهش میکنم. سوال میبینم، درود بر آقای بله. و صحاب گرامی افکام. بله. سوالی که یکی از هموطنان عزیز اعلام کردن و برای من گذاشتن، سپاس از اینکه عزیزان توجه میکنید و سوالاتون رو مینویسید روی یوتیوب، روی فیسبوک، اینستاگرام و حتما پیگیری خواهد شد. این دوست عزیز گذشته از یه نظر لطف داره و درود میفرسته. سوالشون این هست: آیا طبق گفته کتاب دو قرن سکوت، ایرانیان با زور شمشیر و خون به اسلام روی آوردن، یا به گفته برخی از کتاب تاریخی با روی باز اسلام رو پذیرفتن؟ سپاس. ببینید، این سوال سوالی است که خیلی کلانه از نظر تاریخ. ایران حدود 20 سال طول کشیده تا از همین جنگ زنجیر یا ذات السلسله که امشب می‌خوایم بهش برسیم، هنوز نرسیدیم، تا یعنی ناحیه غرب ایران، تا بریم جلوتر جنگ یوم الجسر یا جلال جلسان جنگ پل، یا بریم جلوتر ما میرسیم به قادسیه، جلولا و آخرین جنگ اساسی که 4 روز طول کشیده، 4 روز اصلی داشته، جنگ نهاوند. ما اینها رو پیش میگیریم میایم و سقوط ایالت‌های متعدد ایران. شما اگه نگاه کنید در زمینه همین ری، مردم دو بار شوریدن. تصرف شمال ایران بیش از 1.5 قرن طول کشیده و تازه اونم تصرف
اونها توسط خلفای راشدی امویان و عباسیان به این صورت نبوده، درست. بلکه تصرف ایدئولوژیک حکومت علویان تبرستان که حکومت شیعه زیدی بوده، زید بن علی بن حسین جواب مثبت دادن. و اگر دقت کنید در برخی از شهرها واکنش ها کمتر بوده، در برخی از شهرها واکنش ها شدیدتر. بعضی از این شهرها ابتدا پذیرفتن و بعد شورش کردن. جالب اینجاست که بعد از مدتی میبینید در زمان همین امویان که بعد از خلیفه چهارم هست، میبینید از تازه مسلمانان هم جزیه گرفته شد. عجب. که این رو زرین کوب هم مینویسه. بله، یعنی در گذشته از مسلمان دیگه جزیه نمی گرفتن، ولی اینها از تازه مسلمانان هم جزیه گرفتن در زمان خلفا به بعد، یعنی در زمان معاویه پسرش یزید و بعد مروان و بعد عبدالملک ابن مروان و سه تا برادرش. قضیه اینجاست که آنها برای گرفتن سرزمینی آمدن بسیار بزرگ و آباد در ایران، و از اون ور در زمان همین عمر مصر هم فتح شد و بعد ناحیه شام که امروز شامل فلسطین و سوریه و یه تیکه لبنان هم میشه. سپاس اینها به آقای دکتر عزیز. فقط خدمتتون هست که ما 5 دقیقه دیگه فرصت داریم در خدمت شما باشیم برای جمع‌آوری، حالا تا بقیهش رو بتونیم سه شنبه بعد در خدمتتون باشیم. آنچه را که فرمودید سپاسگزار میشم که یه جمع‌بندی کنید و بتونیم بشنویم از شما. ممنون. حالا چیز جالب اینجاست، ما امروز قرار بود در مورد جنگ ذات و سلاسل صحبت کنیم، جنگ زنجیر، ولی خب هنوز به ابتداش رسیدیم، یعنی تا رسیدیم به ابتدای قشون‌آرایی هرمز و خالد خب نشد. ببینید دوستان، یک امپراتوری، یک تمدن سقوط نمی‌کنه مگر در داخل خودش دارای مشکلات عدیده باشه. غیر ممکنه یک سیستم قدرتمند، سیستم قوی سقوط کنه. سیستم ساسانیان دارای تفرقه داخلی بود، دارای مشکلات متعدد درون سازمانی بود، یعنی سران ساسانی کشته شده بودن ظرف کمتر از 5 سال، درست. چندین نفر به تخت نشسته بودن، کور شده بودن، تکه تکه شده بودن، حتی مردانی رفته بودن و 2 خواهر آزرمیدوخ و پوراندوخ داشتونه گرفته بودن، آزرمیدوخ بزرگ است. تمام اینها نشوندنده مشکلات درونیه. علاوه بر این جنگ های بیرونی که مدت مدید در زمان خسرو پرویز و قبلش با روم شرقی بود و مشکلاتی که برخی از روحانیت زرتشتی تندرو ایجاد کرده بودند، همه اینها یک جامعه طبقاتی خاصی رو ایجاد کرده بود که رو به اضمحلال بود. شما اگر دقت کنید در همین جنگ ذات و سلاسل ریشه های خیانت می‌بینید. در قادسیه که بزرگترین جنگه با جلولا و نهاوند، شما عملا خیانت گردان گردان از سربازان این سمت رو میبینید. اینها نشوندنده ضعف داخلی اطلاعاتیه، اینها نشوندنده مشکله. در کل ما امیدواریم با برنامه تاریخ نامه بتونیم برخی از سوالات رو جواب بدیم. اگر امروز هم میبینید که دولت افغانستان نمیتونه جلوی طالبان بیسته، طالبان نه توپ داشتن، نه تانک داشتن، نه هواپیما، نه توپخانه سنگین، بله. طالبان با موتورسیکلت سر شهرها رو گرفتن. این نشون میده که دولت اشرف غنی، عبدالله عبدالله و همساله و جناب آقای وزیر جنگشون بسم الله محمدی یا جناب سادات فرمانده قول اردو شاهین و نیروی کماندو به قول اینها نتونسته بودن با مردم ارتباط داشته باشه. اینا مردمی بودن که 10 سال جلوی شوروی ایستادن. اسماعیل خان که خب شکست خود تسلیم شد، البته فرار کرد اومد ایران، بله. بعد از بازداشتش جناب آقای جنرال عبدالرشید دوستم که رفت ازبکستان 2 بار شکست خورد، هم در جوزجان شبرقان هم در مزار شریف. جناب عطا محمد نور هم که فرار کرد رفت. اینها کسانی بودند که کمره همین اسماعیل خان کمره ارتش شوروی رو با نیروهای خودش شکسته بود او 1980. چطور شد اون مردم که اون روز جمع می‌شدن دور بر اسماعیل خان امروز در کنار این مرد نیستند؟ شاید کاخهای کاخ ساختن، از مردم دور شدن، تاجر شدن و دنیاشون با دنیای مردم کوچه و بازار فرق کرد. به یاد داشته باشیم مردم دورور کسی جمع میشن که بهش اعتماد کنن. امروز پسر احمد شاه مسعود، احمد مسعود از معدود نیروهایی که در حال جنگ، از 34 ایالت افغانستان 33 تا سقوط کرد، فقط پنچیره که با جمعیت اندک خودش هنوز داره مقابله میکنه. من برای اونها آرزوی موفقیت دارم. بر مردانی که جان رو کف دست میگیرن و
حاضرن در راه آزادی وطن خرد و اندیشه جان بدن. درود به شرفشون. آمین. با سپاس فراوان از دکتر صحاب عزیز، با فیض خداوند سه‌شنبه آینده نیز در خدمت دکتر صحاب عزیز خواهیم بود با تاریخ نامه. اما آنچه را که به هر حال امروز یافتیم برای خود من خیلی خوب بود، این بود که قدرت اسلام و نظام‌های اسلامی با ایجاد رعب و وحشت و نهایتاً با دریافت منابعی همچون منابع اقتصادی و مالی به عنوان جزیه از دیگران، از مخاطبین خودشون، سعی میکنن که اونها رو متقاعد باور خودشون بکنن. و نکته نظر دیگه این هستش که اگر کشورهایی که در ضعف قرار دارن توی اون ضعف خودشون، حالا هر نوع ضعفی، بمانن، قدرت‌های اسلامی تمام تلاششون رو میکنن از اون ضعف استفاده کنن تا حاکم بر اون بشن. پس تو هم وطن عزیزم این رو بدون، امروز در قلمرو رسیدن به آزادی اول باید آگاه بشیم. آگاه بشیم نسبت به تاریخ ایران، آگاه بشیم نسبت به تاریخ اسلام 100%. چرا که تاریخ اسلام رو وقتی که میشناسیم نوع مبارزه رو خواهیم دانست که نوع مبارزه یک شعار ساده نب جمهوری اسلامی نیست. عزیزان عمیق‌تر از اینها باید فکر کنیم. اون یک شعاره، نه جمهوری اسلامی رو میترسونه نه قدرت‌های تاریکی که بر علیه آزادی و انسانیت داره عمل میکنه، بلکه باید بدانیم این دشمن چند تا دست و پا داره، افکارش چی هست، دندونهای این دشمن هم باید بشناسیم تا خوب بتونیم با این دشمن مبارزه کنیم. بازم سپاسگزار هستم از تک تک شما عزیزان، از دکتر صحاب عزیز. اگر دکتر صحاب عزیز مطلبی هست در انتها خوشحال میشیم بشنویم. ممنون از شما. ما با عقیده کسی به صورت کلان و هیچ کسی به صورت فردی مشکل نداریم. ما فقط میخواییم واقعیت رو بگیم. ما آمدیم در قرن 21 با واقعیت، با علم و با خرد جلو بریم. آمین. بذاریم کنار بزن. بدانیم که اگر کسی دوستانه مطلبی رو میگه، اسم کتاب و صفحه کتاب رو میگه، دنبال دشمنی نیست. دنبال بیان واقعیت. در خدمت شما هستیم. با سپاس زندبش. شما رو به دستان پرفیض خدا میسپارم. سپاسگزار هستم از اتاق فرمان آقای سروش عزیزم برای این محبتی که به شبکه امید جاودان داره. سپاسگزار از تک تک شما عزیزان هستم. عزیزان این برنامه زنده بود که مشاهده فرمودی. سپاسگزار از عزیزانی که مطالب و سوالات رو می‌نویسید. هیچ موضوعی نمیتونه ما رو اینجا بترسونه، ناراحت کنه و حتی خشمگینمون کنه. پس اگر تصور میکنید سوالات شما میتونه به جا باشه برای آگاهی حتی نسبت به ما، خوشحال میشیم. به عنوان یک مسلمان حتی شما سوالی دارید، بیاید بنویسید. همون گونه که دکتر صحاب عزیز فرمودن، هرگز هرگز قصد ما روی عقیده و باور کسی نیست. هرگز ما اینجا ضد مسلمانان عزیزمون نیستیم. خدمت من و این خدمت برای مسلمان عزیز هست که این مسلمان آگاه بشه، همچون من مسلمان زاده آزاد بشه، دیگه با رأی خودمون ما پیش بریم. و فراموش نکنیم که در حال حاضر افغانستان نقطه ضعفش همین باور اسلام بود و از نظر من نقطه ضعف مردم ایران نسبت به مبارزه که دارن میکنن، حتی قسمتی از اپوزیسیون، اینه که باورشون روی اسلام هست. تا زمانی که ما باور داریم روی این اسلام، از دیدگاه من یعنی ریسمان محکم و قوی این قدرت‌های اسلامی بر گردن یک مسلمان، و اونها هستن ما رو کنترل میکنن. هوشیار باش هموطن عزیزم، تحقیق کن، قرآن رو بخون، تاریخ اسلام رو بخون، و اگر حقیقتا میخوای مسلمان باشی نگاه کنید به تاریخ اسلام، به خود محمد چگونه بود، داعش چگونه است، جمهوری اسلامی چگونه است، طالبان چگونه است. میتوانید مانند اینها باشید، شما مسلمانید. اگر نمیتوانید حیفه، شما به عنوان یک ایرانی و یا به عنوان یک افغانی خودت رو مسلمان بدانی، حیف هستش. از این دین خودت رو آزاد کن و در خرد فکر کن ببین چه نوع مکتبی، چه نوع دینی میتونه مسیر زندگی تو رو هدفمند بکنه. من و عزیزانی که کنار من هستن با تحقیقاتمون و با دریافت فیض مسیح به توسط روح القدس، مسیح رو به عنوان سرور خودمون و کلام او رو کلام عشق یافتیم و در این مسیر داریم قدم برمی‌داریم، چرا که ایمان داریم در نور هست. اما شما یه تفکر دیگه میتوانید داشته باشید. در تفکرت آزاد اندیش باش و مطمئن باش موفق میشیم. اما مسلمان زادگی رو دلیل مسلمونیت ندان.
هموطن عزیزم. شما عزیزان رو به دستان پر جلال مسیح میسپارم، پر جلال خداوند میسپارم. باشه که با فیض خداوند ایام خوشی رو در پیش داشته باشید و همچنین آزادی ایران و آزادی افغانستان از این قدرت تاریکی اسلام رو.